چیز مشکوکی توی این مدت ندیدی شما؟ خیلی گیره تلفنش بود آقا. همش این تلفنه زنگ می‌زد، اینم میرفت پس و پناه باشه. مخلصن. شروع می‌کنه حرف زدن. ما که نمی‌فهمیدیم دو زکی. ولی بعضی وقتا دادش میرفت بالا و بعضی وقتا هم التماسشون می‌کرد پای تلفن. امروز چی؟ والا من که نیدم آقا. ولی میگن که یه یارو مرده اومده بوده سراغش. جهر و بحثشون میشه داد و بیداد میکنن. یارو که میره بیجون لای لباسا پیداش میکنن. نمرده که آقا. اشاره که نمرده. نه زنده میمونه. شما از طلبکارای خانم پورسعید چیزی میدونی؟ طلبکار؟ کدوم طلبکار؟ میگن از ترکیه جنس میبرد. پرت و پلا گفت آقا. این روزی که اومد بنده خدا دنبال کار میگشت. ما واسه این که گیر آدم ناجور نیفته بهش گفتیم بیاد اینجا واسه شاگردی لباسا رو راست‌ریز کنه. این کرای راه هم نداشت بیاد بره. ترکیه چیه کشکی چیه آقا؟ خب یه نشونه ای آدرسی نداری از آشناهاشون؟ نه والا. خیلی خوب باشه. دست شما درد نکنه. خسته نباشی. قربون آقا. اینو بعد بدی بچه‌ها اطلاعاتشو در بیارن. این چیه؟ گوشی دختره است. اینو کی برداشتی؟ من بر نداشتم، خودش تو آخرین لحظه داد. گفتم دختره رو ببریم اداره. آره. فردا خودم راست ریسش میکنم. چجوری؟ میرم پیش فیاض پرونده رو میگیرم دیگه. یعنی خودمون دوتا بگیریم دستمون؟ آره دیگه، کی از من تو مسلط‌تر رو پرونده؟ به محض اینکه کما شکایت کرد پرونده رو دادم به سرگرد افسدی. قربان اگه لازم باشه من باهاشون صحبت میکنم. لطف کنی پرونده رو ارجاع بدیم به خود من. این بنده خدا اتفاقا مشکل خانوادگی داشت. به اصرار من پذیرفت. در ضمن اینکه ماجرای قتل بازارچه باغچه با این پرونده ارتباط داشته باشه رو تردید دارم. ولی جسارتا من بی ربط نمیدونم. با اجازه شما میشه پیگیری کرد و مطمئن شد. اینم میخواستم خدمتتون عرض کنم که خانم سارا کمال از مددجوهای همسر من هستن و همسرم به خلق و خوی ایشون اشراف کامل دارن. ولی گویی پدرش دل خوشی از شما نداره سرگور. بله ممکنه. ولی مقصر اصلی خانواده دختر هستن. دختر تو این سن و سال بعد کارد به استخونش برسه که از خونه بزنه بیرون. به نظر شما جناب سرهنگ، آدم وقتی توی خونه هیچ پشتیبانی نداشته باشه چیکار میکنه؟ میزنه به سیم آخر. میگم امروز حکمتو بزنم. مرخصی. ممنونم قربان. بعد از اینکه پرونده دختر گم شده مستقیم به علی واگذار شد، زندگی قشنگی‌های خودش رو بیشتر از قبل به همه نشون داد. خانواده اکبر هم تو این اتفاقات شریک بودن. خب یعنی هم مرزهای هوایی هم زمینی؟ جنوب چی؟ از حساب بانکی چه خبر؟ ببین از طریق کارت بانکی یعنی جایی که رفته خرید کرده نمیشه یه جوری ردش رو زد؟ آره آره اینو یه کاریش بکن ببین میتونی پیداش کن. دست درد نکنه زنده باشی. چی شد؟ هیچی. میگه سعید بیات از راه قانونی هم مملکت خارج نشده. خب عزیزم وقتی دست آدم غیر قانونی خارج میکنه میخوای خودش قانونی خارج بشه؟ این یا یه کار نیمه تموم داره یا خیالش راحت گیر نمیفته داره زیر زیرکی کاراشو میکنه. سماوات میگفت بدهی داره متواریه. ممکن اصلا براش پرونده تشکیل نشده باشه که بخواد فرار کنه. نه خیر. پرونده ای نداره. وقتی طلبکار از بدهکارش هیچ شکایتی نمیکنه یعنی دوتایی با همدیگه دارن یه غلطی میکنن که نمیخوان پای پلیس بازشه به ماجرا. آره درسته. ترانه پورسعید که طلبکار نداشت به ما دروغ گفته بود. به نظرم دشمن دیگه ای هم نداره. تنها مظنون این ماجرا خود سعید بیاته. یعنی سعید بیات رفته سراغ ترانه پورسعید؟ حالا یا خودش یا آدماش.
فقط میدونی من تعجب میکنم چطور درست همون وقتی که ما رفتیم سر وقت این دختره این بلای سرش اومد. تصادفی بودن این قضیه که مضحک هستن. بعد امیدوار باشیم سعید بیات از مملکت خارج نشده باشه که با این تفاسیر برای چی باید خارج بشه. عکسشو میدم احسان تکثیر کنه ممنوع خروجش کنم. جانم مادر جان. سلام اکبر. خوبی مادر؟ سلام عزیز دلم. قربونت برم. جانم امر. برنامه فردا یادت نره ها. زودتر بیا دست تنها. چشم چشم. میام خدمتتون. چشم. به علی هم بگو با خانوادش بیاد. علی حال و حوصله نداره. شاید نیاد. بی خود نداره. پا میشه میاد. دختره رم باهاش میاره. ببینم چی به چیه. چشم میگم بهش. امری نداری شما؟ برای همین زنگ زده بودی؟ نیاد کلامو میره تو هما. چشم میگم بهش. خدا حافظ شما. خدا حافظ. مادرم منتظرت دیگه. میگه با آیه خانم بگو مهرو خانمم خبر کنه با هم بیان. علی و اکبر از زمان دبیرستان همدیگر رو میشناختن، با هم دوست بودن. ناخوشی اونا رو از همدیگه دور نمیکرد، خوشی هم باعث نمیشد همدیگر رو فراموش کنن. گاهی وقتا که تنها میشدن سر تو گوش هم میبردن و کرکر خنده هاشون به هوا میرفت. انگار خاطرات سالهای کنار هم هیچ وقت براشون کهنه نمیشد. تو این سالها انقدر ماجرا از سر گذرونده بودن که میتونستن روزها و هفته ها کنار هم بشینن و بگن و بخندن و از بودن کنار هم کیف کنن. هر دو هفته یه بار تو خونه اکبرم بساط آشپزی بند بود. مادر اکبر نذر داشت که هر دو هفته یه بار غذا بپزه و برسونه به یه عده حاشیه نشین فقیر. تو اون روز و شبا این جمع کوچیک شکل قشنگتری به خودش میگرفت. میگم علف به دهن بوز شیرین بیاد ما چه کنیم؟ میگم چرا این خانمه اینجوری به من نگاه میکنه؟ چجوری نگاه میکنه؟ مادر دوماد دیگه، عروسشو نبینه؟ مادر کدوم دوماد؟ نکنه مادر اکبر آقاست؟ چه ری کرده؟ هرچی میکشیم تموم میکنه. قربون خدا برم. اصلا خنده دار نیست آیه جان. تو بگش من گفتی که از دوستای علی آقا کار خیر میکنه، هفته یه بار نظری میده، بلند شو بی اینجا کمک. خب دروغم نگفتم دیگه. کار خیر میکنن، نظری میدن، تو هم داری کمک میکنی، اکبر آقا هم دوست علیه. اصلا کار خوبی نکردی. تو انگار اصلا به فکر آبروی من نیستی. اتفاقا من به پروین خانم گفتم که تو اصلا نمیدونی برای چی اینجایی. من که بهت گفتم اصلا با این آقا ارتباط برقرار نکردم. بعدت اومد ازش؟ خب اگه بعدت نیومده دیگه مشکلی نیستش که. یکم دیگه با هم آشنا شین همه چی درست میشه. زهرا جان گوشیم زنگ میزنه، برو ببین کی اومده. بله. سلام. سلام داداش. بله ممنون. بله گوشی مامان داداش اکبرم. سلام اکبرم. خوبی مادر؟ قربونت برم. زنده باشی. چه خبرها دیدین؟ آره خوشم اومده ازش، بد نیست. خب زهرا چی؟ اونم جوونه، حالا فکراشو بکنه اونم خوشش میاد. مهم توی عزیزم. آقا بخیر. بچه مرمه نوشی جانم. خیلی بد شد. من واقعا معذبم، خجالت میکشم. به خدا من فقط میخواستم تکلیفتون زودتر روشن شه. اگه میخواستی تکلیفمون روشن بشه که بعد میمدن خواستگاری. من که دست منو بگیری ببری خونشون حالام اونجا. اونم به موقعش. ما که با این خانواده از این حرفا نداریم. شما باهاشون این حرفا رو ندارین.
من که دارم. من بهت قول میدم همه چیز همون جوری بشه که تو میخوای. خوبه؟ آقا بفرمایید. بفرمایید. آقا بفرمایید. سعید بیات 3 تا حساب بانکی داره، برای هر 3 تا حساب بانکیش هم یه دبیت کارت. آخرین تراکنشی هم که از این کارت ها انجام شده مربوط به یه روز قبل از ناپدید شدنشه. بعدم دیگه از کارتش استفاده نکرده. اما حسابای مربوط به شرکت سماوات و بانو، این شرکت 2 تا حساب بانکی داره که گردش مالی یکیش کاملا معقول و منطقیه، مثل سایر شرکت هایی که کارهای ارائه خدمات مهاجرت رو انجام میده. اما اون یکی خیلی عجیب غریبه. یعنی چجوریه؟ توی یک سال گذشته نزدیک 20 میلیارد تومان به این حساب واریز شده و بلافاصله خارج شده. چجوری این پولا وارد حساب شده؟ کم کم واریز شده. پولایی که ریختن به حساب از 5 میلیون شروع میشه تا 15 میلیون. 100 تا فیش بانکی وجود داره. کی واریز کرده؟ بچه‌ها دارن پیگیری میکنن که فیشای بانکی رو بهمون برسونن. کجا رفته این پولا؟ تو فاصله 24 ساعت تبدیل به دلار شده. تمام این دلارها به حسابای بانکی توی کشورهای شمال دریای خزر و آسیای شرقی منتقل شده. آخه ما دنبال یه دختر فراری بودیم، الان صحبت‌ها چیه؟ بهبه جناب سرگل فتحی، خیلی خوش آمدی. سلام حال شما، در خدمتتون هستم. مشکلی پیش اومده؟ میخواستم بدونم در رابطه با موضوعی که با هم حرف زدیم احتمالا ممکنه مسئلهی وجود داشته باشه که شما بدونید و به ما نگفته باشیم. چه مسئلهی؟ مسئلهی که بیشتر بتونه به ما کمک کنه. والا ما که تو این چند ساله نه پرونده شکایتی داشتیم نه خلاف. تمام تورایی هم که داشتیم همه درجه یک اجرا شده و هیچ مشکلی هم نداشته. شما رو کی استخدام کرده خانم؟ آقای بیات. عجب، لطف کنید همراه ما بیاین. کجا؟ اداره آگاهی. اکبر بفرمایید خانم، بفرمایید، ماشین منتظر. بفرمایید. چشم. دیروز ما اومدیم شرکت، بعد تو به سعید گفتی که ما اومدیم اونجا. از دیروز سالا همش دارم فکر میکنم اونایی که رفتن سر وقت این دختر ترانه پور سعید از کجا فهمیده بودن که ما میخوایم بریم سراغش، اونم ظرف کمتر از 2 ساعت. میدونی مشارکت در قتل یعنی چی؟ کشتنش؟ مثلا نمیدونم داستان چی به چیه. یکی از دوستام گفته بود وقتی بریم اون شرکت برای کار مهاجرت دیگه احتیاج به پول نداری. منم رفتم اونجا که بعدش با این سعید آشنا شدم. سعیدم گفت یه مدت اونجا بمون تا کارهای مهاجرتت انجام شه، پول جمع کنی، بعدش با هم دیگه از اونجا میری. کجا؟ نمیدونم، فقط گفت از اونجا میری. الان کجاست؟ نمیدونم. دیروز چجوری بهش خبر دادی؟ یه شماره داده برای مواقع ضروری. بنویس شماره رو. این عکس رو میشناسی؟ یه 2-3 باری اومده بود شرکت با سعید کار داشت. اون روز که اومد اصلا حال خوبی نداشت، پولم نداشت. بعدش سعید گفت هر جور شده من باید برای این کار جور کنم. مثلا چه کاری؟ نمیدونم. نه، اینجوری به درد نمیخوره. من تو رو آوردم اینجا یه چیزی بگی که به دردم بخوره. فقط یه چیزی، یه سری دختر اومده بودن شرکت، میخواستن مهاجرت کنن مثل سارا که پول نداشتن.
بعد سعی قبل از این که بره گفتشون زنگ بزنم بگم که جلسه است. تو جلسه نمیدونم خب. چی گذشت که این دخترها پشیمون شدن از مهاجرت کردن. ترانه پورسعید هم جزو همین دخترها بود؟ ترانه پورسعید قبل از ما منشی اونجا بود. نمیدونم چه کار کرده بود و چه اتفاقی پیش اومده بود که رابطهش با سعید شکراب شده بود. قبل از اینکه من بیام اونجا رو ول کرده و رفته بود. سعید در این مورد هیچی بهت نگفت؟ نه. فقط یه چند باری از تلفن‌هاش فهمیدم که ترانه پول درشتی از سعید گرفته. بعدم هیچ چند وقت یه بار انگار زنگ میزنه و ازش درخواست پول میکنه و تهدیدش میکنه. خیلی خوب. الان میتونی اسم اون دخترهایی که پول کافی برای مهاجرت نداشتن، سعیدم به خاطر همین بهشون نزدیک میشد و برای من بگی؟ آره حتما، ولی باید برم شرکت. من یه نفر رو باید میفرستم بیاد شرکت. اسم تمام دخترهایی که منصرف شده بودن و منصرف نشده بودن و همه رو کامل بهش میگی. هر اطلاعاتی هم داری افزون بر اینا بهش باید بگی. چشم. زندگی مثل جاده پر از پیچ و خم جلوی اونا پهن شده. آدم اینجا نه دوستشو میتونه بشناسه نه دشمنشو. چه دخترهایی که تو این مسیر پر پیچ و خم گم شدن، چه پایانهای تلخی که این دخترها رو از مادرشون گرفته. یه فکر اشتباه و یه راه اشتباه، آخرش هم چاره جز گم شدن نیست. من اونجا جلو زنه نخواستم چیزی بهت بگم. آخه وقتی یکی رو اجیر میکنه که بره یکی رو بکشه، نمیاد از خودش ردی به جا بذاره گیر بیفته که. الان ردشو نمیتونیم بزنیم. چرا؟ موبایلش خاموشه. فهمیدم 30-40 میلیون تومانی که تو حساب ترانه پور سعید بود از کجا اومده؟ از کجا؟ سعید بیاد به عنوان حق و سکوت ریخته براش. احسان اومده؟ آره اومده. اتفاقا اطلاعات خوبی هم گیر آورده. گفتیم تو کار تموم شد یه جلسه بذاریم زودتر. حسابای شرکت رو در آورده، رد یکی هم زده به نام سیروس لطفیان. چند باری از حسابای شرکت پول برداشت کرده. بیسکویت می‌خوری؟ نه دست در نکنه. بخو زودتر بریم. بریم. تو چند تا بانک دیگه هم دیدم داشته همین کارو میکرده. همه این مدربسته های بانک ها رو چک کردی؟ یه نرم افزاری هست داداشم داره روش کار میکنه. عکس رو میدی بهش، تصاویر دوربینه رو اسکن میکنه، هر کدوم که عکس طرف باشه رو نشون میده. اطلاعاتش رو در آوردی؟ اسمش سیروس لطفیانه، سابقه داره، 3 ماه از زندان آزاد شده. اطلاعاتش رو پخش کردم بین بچه ها. پولی که به حساب شرکت مهاجرتی ریخته شده و تبدیل به دلار شده هنوز از کشور نرفته بیرون. سعید رفته اون پولا رو نقدی گرفته. پول نقد داره چی میخوام؟ شاید برای معامله. فعلا تنها سرنخمون همین سیروس لطفیانه. تا ببینیم چی میشه. اینو بنداز دور گردنت. تو هم اینو بنداز. دستبندم بنداز. مال تو؟ مال تو؟ بنداز دور دستات. اینم بگیر. اینم تو بنداز. فقط زود مدارکتون رو برداریم، فرودگاه دیر نشه، به پرواز برسیم. بنداز دور گردن. سارا هر روز بیشتر از قبل در ذهنش جون می‌گرفت و وجوه پنهان خودش رو نمایان می‌کرد. شاید تمام دخترایی که به نحوی با سعید بیات در ارتباط بودن مثل سارا فکر می‌کردن. اون روزی که سارا روی صندلی دفتر مشاوره می‌نشست و
چشمای نگرانش رو به زمین میدوخت، فکر نمی کرد صدها، شاید هم هزارها دختر توی این شهر هستن که مثل سارا فکر میکنن. سلام، چطوری؟ نه هنوز خبری نیست. ممکنه لازم باشه یه کمکی بهم بکنی. چه کمکی؟ یه سری دختران که تقاضای مهاجرت کردن ولی بعدش منصرف شدن. میخوام یکم باهاشون حرف بزنی. به ماجرای سارا ربط پیدا میکنه؟ هم ارتباط پیدا میکنه هم نمیکنه. در واقع ما الان یه پرونده به موازات پرونده سارا داریم که خیلی مهمه. خب چی باید ازشون بپرسم؟ یه سری سواله که با شماره تلفن‌هاشون برات میفرستم. باش. علی. بله. هیچ. خب چی بگو؟ باسم احضاریه اومده. برای چی؟ مفقود شدن سارا و تعیین تکلیف وثیقه‌ای که گذاشتم. سرگرد فتحی کنید. انتهای راه رو در سمت چپ. خیلی برم. کی؟ دو سه ساعت پیش. خب به هر حال از کشور وقتی خارج میشه بعد یه جایی ثبت شده باشه. آقای فتحی، دختری که از خونه فرار میکنه از طریق قانونی از کشور خارج نمیشه. از کجا با شما تماس گرفت؟ گفت ترکیه هست. من یکم بعد با شما صحبت کردم. این دختر حال و روزم به هم ریخته بود. ببخشید. خب یعنی حالا منظور شما اینه که ما دیگه این موضوع رو پیگیری نکنیم؟ نه. خودم باید برم دنبالش. فکر کنم اگه مادرش ببینه آروم میشه. برمیگرده. شما لطف کنین پرونده رو مختوم اعلام کنین. بعد من میخوام دیگه هیچ جایی از من و دخترم و این پرونده اسمی برده نشه. بعد تکلیف اون وثیقه‌ای که همسر من برای سارا گذاشته چی میشه؟ با خانم تو تماس بگیریم. بگیم بیان سند ببرن. من دیگه شکایتی ندارم. آدم ها هر روز از رنگی به رنگ دیگه ای در میان. اون از دیدن آدمایی که رنگ عوض میکنن دلش میگرفت. کمتر کسی فرصت دیدن این همه آدم رنگ و رنگو داشته. دکتر کمال در یک لحظه رنگ عوض کرد. اون مرد عصبانی که از زمین و زمان شکایت میکرد اومد و از علی خواست تا ماجرای گم شدن سارا رو دنبال نکنه. شاید از اینکه مشکل سند علی و آیه حل شده بود هر دو خوشحال بودن، اما ماجراهایی که درگیرش شده بودن اونا رو دنبال خودشون میکشید. آدم های رنگ و رنگ با مشکلات جور و جور. اشتباه شما و برادرتون هم همین بوده. شما فکر کردین میتونین یه معتاد رو ببندین به یه تخت و ترکش بدین، اونم از مواد مخدر صنعتی. خودم دیدم معتاد رو میبندن به تخت. بله شما دیدین، تو فیلمایی که نویسندش بدون هیچ تحقیقی زیر کولر میشینه، پاشو میندازه رو میز و نسخه مینویسه. حالا میگین چی کار کنی؟ اصلا نمیشه بهش نزدیک شد. مثل گرگ حمله میکنه بهمون. ببخشید. بله. سلام خانم موسوی، کمال هستم. سلام خانم کمال، از سارا خبری شده؟ سارا زنگ زد خونه. چی گفت؟ هیچی، باباشو تهدید کرده که اگر 200 میلیون به حسابش ریخ که ریخ، اگه نریخ میره آبرو ریزی میکنه، میره با ویدیو فیلم میگیره میفرسته تو اینترنت. هیچی دیگه، قرار گذاشت پولو بهش بده، بعدش هم گفت بینم آگاهی بگم برای همیشه پروندهشو ببندن. من دیگه دختری به نام سارا ندارم. کلی هم گریه کرد. ولی خانم موسوی ازتون خواهش میکنم تو رو جون بچهاتون نگین، این حرف از من شنیدی. خیالتون راحت باشه. خداحافظ. ممنونم. خداحافظ. بفرمایید. سلام.
خانم موسوی؟ خانم شیما مسعودی؟ بله. من دوستم هم با هم اومده، میتونم بگم بیاد داخل؟ بله بفرمایید داخل. سلام. ببخشید وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم، کار خاصی نداشتم، خونه نشسته بودم بیکار. خیلی خوب، من میرم سر اصل مطلب. من دارم یه تحقیقاتی میکنم در مورد آدمایی که میخوان از ایران مهاجرت کنن. راجع به صحبتهایی که میکنین نگران نباشین، کاملا امنه. نگران بودیم اصلا نمیومدی. خوبه، دلیل اصلی تو برای مهاجرت برای من بگو. بابای من کارمنده، البته الان بازنشست شده. از دوم سوم راهنمایی سه شیفت کار میکرد که من و دوتا داداشامو بفرسته مدرسه غیر انتفاعی. من و دوتا داداشام رفتیم دانشگاه، فوق لیسانس گرفتیم. از پایان‌نامه‌مون که دفاع کردیم هر ستامون خونه نشین شدیم. خب آها، از نظر شما قانع کننده نبود؟ از نظر من نه، ولی خب این فقط نظر منه. ببین خانوم، من حتی دو ماه رفتم توی یکی از این شرکت‌های خدماتی به عنوان منشی استخدام شدم، نه با مدرک فوق لیسانسا. رفتم گفتم دیپلم دارم، اما تهش چی شد؟ ولی خب یا پارتیتون خیلی کلفت بوده، یا چه میدونم گروه خونیتون با ما متفاوت بوده که یه شغل درست و حسابی بهتون دادن دیگه. شاید هم شانس آورد. من تو آزمون استخدامی شرکت کردم، پدرم هم دوم دبستان بودم که فوت کرد، هیچ پشتوانه‌ای نداشتم. شاید هم شانستون خوب بوده. چی شد که منصرف شدی؟ پول نداشتم. مگه از اول نمیدونستی که خرج داره؟ دوستم گفتش که این شرکت ها یه جوری با همون همکاری میکنه. اشتباه میکردم. این شرکت مدیرش یه آقایی بود به اسم سعید بیات. یه روز زنگ زد گفتش بی بشینیم، یه قراری گذاشتیم و نشستیم به صحبت کردن. گفت من کاری مهاجرت تو انجام میدم. گفتم خب در قبالش. گفتش که فعلا بماند، ولی ما برای اینکه شما فردا زیرش نزنی و اینا یه چند تا ورق ازت سفته میخوایم. قبول نکردی؟ من یکم ترسیدم. یه دختره اونجا بود همین کارو کرده و مثل اینکه ما اونم قرار گذاشته بودن. بعدم فهمیدم که نمیدونم ازشون خواسته بوده یه چیزایی رو جابجا بکنن انگار. حالا تو بگو. طلا جواهر قاچاق میکنن، اصلا دختره رو میبرن یه جاهایی کار میکنن که من خجالت میکشم بگم. راستی ماجره این دختره که داشتی باشون مصاحبه میکردی چی شد؟ با بیشترشون صحبت کردم، دوتاشون هم قراره فردا بیان، از بقیهشون هم هیچ خبری نیست. ای بابا عجب ماجرایی شده. بیا بریم تا این بچه ها به جون هم نیفتادن. اسمت چیه؟ سیروس. فامیلیتون چیه؟ لطفیان. شما اون پولا رو از کجا آورده بودی میرفتی میریختی به حساب اون شرکت؟ کدوم پولا؟ همون پولایی که خودت میدونی. پول ریختن به حساب بانکی جرمه؟ نه، کی گفته جرمه؟ ولی اگه ثابت بشه پول کثیف بوده جرمه. پول کثیف میدونی چیه؟ پولیه که منشأش معلوم نیست. چون سلام پول پوله دیگه، دیگه تمیز و کثیف نداره که. آره، ولی اگه ثابت بشه پول کثیف بوده، این دفعه مثل اون دو سال نیست بیافتی اولفتونی بعدم راحت آزاد چی. این دفعه میمونی اون تو تا با کفن بیارنت بیرون. من پول کثیف و تمیز نمیفهمم چیه. بگو اون پولا رو از کجا آوردی؟
گیری من یه اسمم به شما گفتم، عمرن دستتون بهش نمیرسه. اونش به تو هیچ ربطی نداره، تو فقط اسمو بگو. حالا اگه یه اسم بگم دست از سر ما برمیداری؟ شاهین آذر دوبار زندان بوده، هر دوبارم به خاطر جابجایی مواد مخدر. تو زندان با سیروس لطفیان آشنا میشه و چند نفر دیگه. از وقتی هم که از زندان میاد بیرون هیچ خبری ازش نیست، یعنی نه حساب بانکی به نامش ثبت شده، نه هیچ شماره موبایلی. تنها حساب بانکیش هم البته مال چند سال قبله که از وقتی که اومده بیرون دیگه هیچ گردشی نداشته. بچه های مخدر باید میان وسط، پس بی زحمت تاریخ دقیق وقتی که تو زندان بوده رو برام در بیار. بله بله بله، من تاریخ دقیق اون زمانی که زندان بوده و زمانی که از زندان آزاد شده رو در آوردم. میدونم که تو اون زمان با چند نفر دیگه هم دمخور بوده. اسم دقیق اونا رو من براتون پیدا میکنم. سریعتر اسامی رو بهم برسون. بله حتما. خدا نگهدار. مادر بالاخره این اردشیر ترک کرد یا نه بابا؟ نمیدونم، موندم تو حکمت خدا. یکی مثل شما دوبار، یکی مثل اردشیر چوب کمر خورده. حالا نفرینش نکن مادر جون، ولش کن. نفرینش میکنم پسرم. زندگیمو سیاه کرده. بابا تو دل داده. آخر شرایط همه یکسان که نیست. شرایطش با شما چه فرقی میکنه پسرم؟ اون داره چوب بیشوریشو میخوره. پسره احمق بلد نیست بگه نه. بله درست میفرمایین. الان کجاست؟ داداشش ده روز از خونه انداختش بیرون. نمیدونید کجا میشه پیداش کرد؟ سر کوچه وایسین سر کلش پیدا میشه. خیلی ممنون. سلامت باشی. خجالت نمیکشی؟ مگه نگفتی از کم بیام بیرون دیگه موادو میذارم کنار؟ یه بار بکش ببین میتونی بذاری کنار. دوباره میفرستم تو کمپ آدمت کنم. من کمپ بیا نیستم، میخوام اینقدر بکشم تا بمیره. خب بمیر، اشکالی نداره. قبل اینکه بمیری شاهین آذر میشناسی؟ هم بندت بوده تو قزل حصار. من آدم نمیفروشم. ببند دهنتو، یارو داره هزار تا کثافت کاری میکنه. من آدم نمیفروشم. چیکار کرده مگه؟ هزار کار نکرده، به تو چه؟ خیلی نمیشناختمش. هفته اول تو قزل حصار که تخت نداشتم، وقتی دید دیسک کمر دارم جاشو داد به من تا تخت آزاد شه. به خاطر یه تخت آدم نمیفروشی؟ حالا بگو بگو، اطلاعات بریز بیرون، بگو دیگه چی میدونی ازش؟ عاشق مادرش بود، روزا رو میشمرد تا آزاد بشه بره دیدن مادرش. مریض بود مادرش؟ آلزایمر داشت، گذاشته بودش آسایشگاه. بعد هر روز از تو زندان زنگ میزد آسایشگاه حال مادرشو میپرسید. بزرگی میگفت هیچ اتفاقی تو این جهان بی حکمت نیست. هیچ برگی روی زمین نمیفته مگه خواست خدا باشه. شاید ماجرای فرار سارا راهی بود تا آدمایی که سالها همدیگر رو فراموش کرده بودن دوباره کنار هم جمع بشن. آیه و علی، اکبر و محروب، اردشیر و دوستان دبیرستان که شاد و سرخوش آرزوهاشون رو برای هم زمزمه می کردن. این اتفاق اگه برای هیچ کس چیزی نداشت باعث شد تا دوستیای قدیمی دوباره شکل بگیره و بچه های دبیرستانی که دو مسیر مخالف رو برای زندگی انتخاب کرده بودن دوباره کنار هم جمع بشن و دست همدیگر رو بگیرن. اردشیر دوست دوران کودکی اکبر و علی بود که میتونه سرنخ خوبی برای پیدا کردن دختر گم شده باشه. سنگ کاغذ قیچی باشه سا، هر کسی به بازو باید یه دهن اوغوز بود. باشه، من که نیبازم. سنگ کاغذ قیچی عذرم ات. سنگ کاغذ قیچی ببخش علی، درد سر درست کرده. بلش کن جلو، بچه ها نمیخواد بسیم شهر بزن.
هرچی بتونم شد رو میکنم. سرگاه هفته چی؟ ای بابا میان تو پنج خواهد میان سرگاه هفته چی؟ یه ساعت داری حرف میزنی، الان فکر کردی همه این حرفا وسط نون آب میشه؟ دو نفر رو فروختی، لو دادی، تموم شد رفت، ولت میکنم بری؟ من با خودت کار دارم بابا. من لوش دادم دیگه، چه کار باید میکردم؟ خب میخوام بفرستم دیگه جای خوب. کجا؟ یکی از دوستامو زنگ زدم اومده میخواد ببرت دیگه جای خوب. ببین من مرد ترک کردن نیستم بابا، بیخیال شو. یه بار به من اعتماد کن، یه بارم حرف منو گوش کن. این همه که رفتی ترک کردی برگشتی نتونستی، یه بارم به حرف من عمل کن بابا جان. میگم گوش کن، گوش کن. موقعی که ترک میکردی حالت بهتر نبود از الان؟ الانم خوبم، طوریم نیست که. آره خودت اینجوری فکر میکنی، عیبی هم نداره، ولی درست میشه. به حرف من گوش کن، با دوست من برو اونجا یه دوره بمون، حواسم بهت هست، هفته یه بار میام بهت سر میزنم. دورت که تموم شد اومدی بیرون میفهمی زندگی چقدر رنگ‌های قشنگ دیگه ای داره. قبوله؟ قبوله؟ حال میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. آبرو میره آمد. ای بابا. آبروت مهمتر یا جون بچت؟ وقتی آبرو نداشتم یه زندگی به چی دردم میخوره؟ نه ترس آقا، والا بلا اتفاق نمیافته. من نمیفهمم تو آبروت واجب تر یا جون بچت؟ تو تمام زندگیت به خاطر بچت، به خاطر آینده شه. تو داری توی مملکت زندگی میکنی، کار میکنی، این خود درگیری این دنیای مجازی کردی که انگان انگان. آقا مردم هزار کار میکنن بعدش تکذیب میکنن، فوق فوقش آخر سر یه تکذیب نامه مینویسه تمومش میره دنبال کارش. اومد آی دکتر، همه چیر بهشون بگو، خواهش میکنم، همه چیره. قول شما از کجا با خبر شدین خانم ترانه پورسعید رفته تو کما؟ اونش مهم نیست، الان میخوام ببینم اتفاقی برای سارا افتاده یا نه. خواستین پرونده مختومه بشه. خواهرم گفت که به خانم تو همه چیز گفته. نباید بهش پولو میدادین. همه این سالا فکر کردین با پول میتونین نبودنتون رو جبران کنین. دنبال تفریح نبودم آقای فتی. دوباره باهاتون تماس نگرفته؟ نمیدونم سارا تو چه بازی افتاده، نکنه اونم بزنن. من هیچ قولی نمیتونم بهتون بدم آقای کمال، ولی همه تلاشمونو میکنیم که دخترتون رو پیدا کنیم. یکی باهم تماس گرفته 100 میلیون پول میخواد که ماجرای سارا رو جایی افشا نکنه. خبر تنظیم شدهشم برام فرستاده. به کیا گفتین این ماجرا رو؟ هیچکی. من تا به پدر مادر خودمم نگفتم. پولو که براشون واریز نکردین؟ همه چیزمو دارم از دست میدم آرفتی. تا 8 صبح فردا به این وقت دادم.